سرخط خبرها. خیز دوباره کرونا در جهان در آستانه پاییز. کمیته بین‌المللی المپیک میگوید مسابقات چه با کرونا چه بدون کرونا سال آینده برگزار می‌شود. آغاز جدال حقوقی برای بازگرداندن جولیان آسانج به آمریکا. مؤسس ویکی‌لیکس در میان مخالفان استردادش به دادگاه رفت. تلاش بریتانیا برای تغییر بعضی مفاد توافق خروج از اتحادیه اروپا. هدف جلوگیری از بازگشت بازرسی‌ها در مرز با جمهوری ایرلند است. و اتفاق عجیب، تنیس باز شماره یک جهان را از مسابقات اوپن آمریکا اخراج کرد. سلام، عصرتون بخیر. امروز برای اولین بار هند از برزیل در تعداد مبتلایان به کرونا پیشی گرفت و در رتبه دوم جهان بعد از آمریکا قرار گرفت. البته این آمار با شمار جان باختگان ناشی از کرونا فرق می‌کند که همچنان آمریکا را در رتبه اول و برزیل و روسیه را در رتبه دوم و سوم جهان قرار داده. همزمان در حالی که در بعضی کشورها مثل اسرائیل و فیلیپین اوضاع رو به وخامت می‌رود، در چین امید به بهبود شرایط بیشتر شده و کمیته بین‌المللی المپیک هم اعلام کرده که مسابقات سال آینده در هر شرایط برگزار خواهد شد. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. یک تست کرونای دیگر در هند. اگر جواب آزمایش این مرد مثبت باشد، او به خیل 4,200,000 نفری خواهد پیوست که هند را امروز به دومین کانون بزرگ مبتلایان به ویروس کرونا بدل کرده. بیشتر کسب و کارها تعطیل است و خیلی ها هم ماسک می‌زنند. هرچند امروز بعد از 6 ماه طولانی مترو دهلی با بخش کوچکی از ظرفیتش دوباره راه اندازی شد. اما اگر از کارشناسان و دست‌اندرکاران هند بپرسید، به شما خواهند گفت که مشکل اصلی رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی است. الان آمریکا با 6 میلیون خورده مبتلا در رتبه اوله. برزیل 4 میلیون خورده مبتلا داره و ما در هند هم در همون هول و هوش هستیم. داشتن رتبه‌های بالا چیزی نیست که بشه بهش افتخار کرد. باید خیلی هم نگران بود، چرا که ما واقعا رعایت نمی کنیم. به هیچ کدوم از دستورالعمل‌های دولت توجه نکردیم. خیلی بده. با 1,380,000,000 نفر جمعیت، هند راه دشواری برای مهار گسترش ویروس کرونا دارد. در آمریکا جمعیت کمتر است، اما رعایت نکردن برای خیلی ها به امر ایدئولوژیک بدل شده. نزدیک به 20% مردم آمریکا که ماسک نمیزنند، گفتن دلیلش این است که فکر میکنند ماسک زدن آزادی و حقوق اولیه آنها را نقض میکند. اگر فردگرایی یکی از محاسن جامعه و فرهنگ آمریکا باشد، امروز و در این مورد یک معضل است. به غیر از آمریکا و هند و برزیل و روسیه، اوضاع خیلی کشورهای دیگر نیز رو به بدتر شدن رفته. این مسئله در کشورهایی که قبلاً به مهار کرونا میبالیدند محسوس‌تر است. مثل اینجا در اسرائیل که ناگهان مقام اول را در جهان به لحاظ ابتلاع سرانه شهروندانش به دست آورد. تعداد جانباختگان ویروس کرونا در اسرائیل از مرز 1,000 نفر گذشته. تقدس نه اینجا در بیت المقدس نه در هیچ جای دیگر دنیا کمکی به حفاظت در برابر ویروس کرونا نکرده. این را مذهبی‌های خردمند در همه عبادتگاه‌های ادیان ابراهیمی که در بیت المقدس تعطیل شدند درک می‌کنند. اگه برای صلاح و سلامت ماست که اینجا رو تعطیل کردن، مشکلی نداریم، حتی اگه به کار و زندگی ما ضرر بزنه. این تصمیم‌ها برای سلامت ما و بچه‌هامون گرفته شده و ما اینو می‌فهمیم. هرچند این ساکن مسلمان بیت المقدس تن به این شرایط داده، اما برای بعضی یهودیان ارتدوکس پذیرش این شرایط دشوارتر بوده و دولت اسرائیل بیشتر از طرف این قشر به خاطر شرایط فعلی سرزنش شده. در ژاپن هم که 75% مردم نمیخواهند مسابقات المپیک برگزار شود، خیلی از تصمیمی که امروز خلاف آن گرفته شد ناخشنودند. مقامات ژاپن گفتند همین که مسابقات المپیک امسال لغو شد کافی است و سال آینده مسابقات برگزار می شود، چه کرونا باشد چه نباشد. دست‌اندرکاران المپیک توکیو امیدوارند مضمون مراسم سال آینده غلبه بر کرونا باشد.
در چین دست‌اندرکاران اقتصاد از همین حالا پیام غلبه بر کرونا را می دهند. آمار صادرات و دیگر شاخص‌های اقتصادی چین حکایت از بازگشت به دوران پیش از کرونا دارد. چینی‌ها امروز احساس می‌کنند دلیل بیشتری برای امیدواری به آینده دارند. ولی با فرارسیدن پاییز و فصل سرما در نیمکره شمالی، خیلی کشورهای دیگر خود را برای یک زمستان سخت در کنار کرونا آماده می‌کنند. هرچند این ویروس همچنان ناشناخته، گویی گرما و سرما برایش فرقی ندارد. سیاوش اردلان، بی بی سی. از دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج واشنگتن پرسیدم این همه اصرار برای برگزاری المپیک ژاپن برای چیست؟ عنوان یکی از کشورهایی که موفق بوده در کنترل کرونا میتونه یه آزمونی رو در واقع برگزار بکنه همراه با تمهیداتی که بر اساس اون یافته‌های قبلی و انتظاراتی که ما داریم در برای واکسن که طی ماه‌های آینده توضیح خواهد شد. ژاپن یک سال فرصت داره برای موضوع و میتونه یک رویداد بسیار مهمی باشه از جهات کنترل‌های بهداشتی، از این جهت که میتونه اولین رویداد جمعی بعد از ابتلا به کرونا باشه. تمهیدات خیلی خوبی میشه در نظر گرفت برای این موضوع و بر همین اساس هم هست که ژاپن تصمیم بر این گرفته که این رو برگزار بکنه و میتونه یه آزمون خیلی خوبی هم باشه. ورزشکاران از قبلش میتونن حتما واکسینه بشن، چون در اون زمان واکسیناسیون در دسترس خواهد بود. شرایط اقامتشون، شرایط برگزاری، شرایط برخوردها، همه اینها ما امیدواریم که با این تصمیم در واقع بتونه یه راهکاری باشه و یه روشی باشه برای برگزاری موفق رویدادهای عمومی در اجتماع بعد از کرونا. فکر میکنید چه جور تمهیداتی ژاپن در نظر میگیره؟ خب اولش این هست که در واقع امید اونها به این هست که در اون زمان واکسن، سطح واکسیناسیون عمومی جامعه بالاتر رفته باشه و در حدود 60-70% افراد واکسینه شده باشن. این یک موضوع. تمام ورزشکاران قبل از ورود به دهکده المپیک حتما تست های مؤثر پی سی آر و تست هایی که خیلی مورد اعتماد باشه انجام خواهند داد. قبل از شروع و ورود به مسابقات حتما این کنترل ها انجام خواهد شد. شرایط اقامتشون و تعداد افرادی که در یک محیط در واقع مجتمع میشن قبل از مسابقات ورزشی و اسکانشون، اینها کنترل خواهد شد. نحوه تماسشون، میگم همه اینها چیزهایی است که چون فرصت وجود داره و از طرفی ژاپن به عنوان یک کشور موفق میتونه الگو باشه، حتما اینها رو پیش بینی کردن و انجام خواهد شد. اما در این که این مسابقات آیا با حضور تماشاگران برگزار میشه یا نه، موضوعی هست که ماهای نزدیک به المپیک در موردش تصمیم گیری خواهند کرد. دکتر محمد کاظم عطاری بود. وزارت بهداشت ایران از افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا تا بیش از 2100 نفر در شبانه روز گذشته خبر داده. این بیشترین میزان افزایش در 10 روز گذشته است. همزمان آمار رسمی از مرگ 117 نفر در 24 ساعت گذشته حکایت دارد. همزمان با افزایش انتقادها از بازگشایی مدارس در این کشور، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش گفته که حضور دانش آموزان در مدارس الزامی نیست. آقای حاجی میرزایی هفته پیش گفته بود که بازگشایی مدارس به جز در مناطق قرمز به صورت حضوری خواهد بود. ایگنازیو کاسیس وزیر خارجه سوئیس در سفر به ایران با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. هنوز جزئیاتی درباره محتوای این گفتگوها منتشر نشده، اما محور اصلی مذاکرات در این سفر روابط دو جانبه و به طور خاص کانال مالی سوئیس برای مبادلات تجاری بشردوستانه عنوان شده. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه ایران هر گونه ارتباط میان این سفر با روابط میان ایران و آمریکا را تکذیب کرده بود. سعید دهقان وکیل نهاد خیریه جمعیت امام‌علی در ایران میگوید علت بازداشت زهرا رحیمی مدیر عامل این نهاد این بوده که قرار وثیقه برای او در آخر وقت اداری صادر شده بود و امکان تهیه آن وجود نداشت. زهرا رحیمی همسر شارمین میمندی نژاد مؤسس جمعیت امام‌علی دیروز پس از احضار بازداشت شد. جمعیت امام‌علی یکی از بزرگترین مؤسسات خیریه غیر دولتی در ایران است که حدود 2 ماه و نیم پیش با شکایت قرارگاه سارالله پس از پلمپ مؤسس و یکی از اعضای آن بازداشت شدند.
مسعود حکم‌آبادی تهیه کننده تئاتر در مشهد از قطعی شدن اجرای حکم زندانش خبر داد. او بهمن ماه گذشته در اعتراض به شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی جشنواره تئاتر فجر را تحریم کرده بود. دادگاهی در مشهد آقای حکم‌آبادی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی محکوم کرد. او به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده که 2 سال آن قابل اجرا خواهد بود. جولیان آسانژ یکی از بنیانگذاران وبسایت ویکی‌لیکس امروز در دادگاهی در لندن حاضر شد که قرار است درخواست آمریکا برای استرداد او را بررسی کند. دستگاه قضایی آمریکا میگوید او با برملا کردن 10,000 صفحه از مدارک طبقه بندی شده وزارت دفاع آمریکا جان خیلی ها را به خطر انداخته. وکلای آقای آسانژ میگویند او با برملا کردن این مدارک پرده از جنایات جنگی آمریکا در افغانستان و عراق برداشته. بررسی های دادگاه قرار است چند هفته طول بکشد. کسرانوجی گزارش میدهد. در مقابل اولد بیلی، دادگاه جنایی مرکزی انگلستان، امروز طرفداران جولیان آسانژ سنگ تمام گذاشتند. کسانی که معتقدند او از بنیانگذاران وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس قربانی توطئه‌ای است از سوی آمریکا برای ساکت کردن ویکی‌لیکس و محدود کردن آزادی بیان. کسانی که میگویند آسانژ باید آزاد شود اگر در بریتانیا عدالتی در کار باشد. این پدر جولیان آسانژ که برای این محاکمه از استرالیا به لندن آمد. این دادگاهیه که باید سوء استفاده از دستگاه قضایی رو بررسی کنه. جولیان یک ناشره و ویکی‌لیکس هم یک نشریه است و اون چه که منتشر شده یک سری مدارکه. این سرکوب روزنامه‌نگاری و آزادی مطبوعاته. این اولین بار است که بعد از 16 ماه حبس جولیان آسانژ به بیرون از زندان آورده می شود. این دادگاه باید 1,000 صفحه مدارک را در این جدال قانونی در لندن بررسی کند. جدالی بر سر درخواست آمریکا برای استرداد جولیان آسانژ بر اساس 18 اتهام علیه او و از جمله نشر 1,000 صفحه مدارک طبقه بندی شده دولت آمریکا به خصوص وزارت دفاع آمریکا و ادعای به خطر انداختن افرادی که در این مدارک از آنها نام برده شده. جان پیلجر روزنامه‌نگار چپگرا یکی از حامیان آقای آسانژ است. او گفت طی 50 سال روزنامه‌نگاری هیچ وقت کارزاری به این وسعت ندیده برای بدنام کردن یک فرد. فردی که نخواست به قول او همراه قدرتمندان شود. مدارک ویکی‌لیکس را در سالهای 2010 و 2011 معتبرترین روزنامه‌های جهان نیویورک تایمز و گاردین منتشر کردند. امروز وکلای آقای آسانژ می‌گویند او با برملا کردن این مدارک از جنایات جنگی آمریکا در افغانستان و در عراق پرده برداشت. این فیلمی که ویکی‌لیکس همان موقع منتشر کرد از تیراندازی یک هلیکوپتر نظامی آمریکایی به گروهی از غیر نظامیان عراقی در بغداد و از جمله 2 نفر از خبرنگاران محلی رویترز که در این حمله کشته شدند. فیلمی که بدون افشاگری ویکی‌لیکس احتمالاً هیچ وقت دیده نمی‌شد. آقای آسانژ شخصی جنجالی هم هست که خیلی‌ها می‌گویند می‌خواهد از قانون فرار کند. او 7 سال در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفت تا به سوئد که خواهان استرداد او به تام تجاوز بود تحویل نشود. حالا باید دید کفه ترازوی عدالت به کدام طرف سنگینی خواهد کرد. آنچه که روشن است این است که هر دو طرف می توانند علیه حکم دادگاه تقاضای فرجام کنند. کسرانجی بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. آمار مبتلایان به کرونا در جهان در آستانه پاییز دوباره اوج گرفته. همزمان کمیته بین‌المللی المپیک میگوید مسابقات در هر شرایطی سال آینده برگزار میشود. بعد از ماها وقفه اولین جلسه دادگاه درخواست استرداد جولیان آسانژ با آمریکا برگزار شد. در ادامه این برنامه اتفاقی عجیب باعث اخراج تنیس باز شماره 1 جهان از مسابقات اوپن آمریکا شد.
دولت بریتانیا به دنبال تغییر وضعیت مفاد توافق خروج از اتحادیه اروپا است. این اقدام ممکن است قوانین مرتبط با گمرک ایرلند شمالی را تغییر دهد. هدف از این اقدام جلوگیری از بازگشت بازرسی‌ها در مرز با جمهوری ایرلند عنوان شده. میشل بارنیه مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا از بریتانیا خواسته که به توافق‌های قبلی احترام بگذارد. دور جدید مذاکرات از فردا آغاز می‌شود. همکارم بهرنگ تاج‌دین اینجا در استودیو با ماست. بهرنگ، خیلی خبر پیچیده ایه، دقیقا چه اتفاقی داره میافته؟ ببین، یه مسئله بذار خیلی سادهش کنم. اتحادیه اروپا یه چیزی داره به اسم اتحادیه گمرکی. به معنی چی؟ به معنی این که شما فرض کن میخوای از آفریقای جنوبی پرتغال صادر کنی به یکی از این 27 کشور عضو اتحادیه، به هر کدوم از این کشور رو بخوای صادر کنی، تعرفه گمرکی که باید بپردازی یکسانه، یعنی یک دست قوانین گمرکی. حالا بریتانیا تا الان که عضو، در واقع تا آخر سال جاری میلادی 2020، 3.5 دیگه هنوز توی این اتحادیه گمرکیه. به همین خاطر بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند که در واقع بین جمهوری ایرلند که هنوز عضو اتحادیه اروپا است و ایرلند شمالی که بخشی از بریتانیا است، لازم نیست تو این مرز زمینی ایست بازرسی گمرکی بذارن، چک کنن ببینن که کالایی که داره وارد و صادر میشه مثلا باید تعرفه‌ای بپردازه یا نه. حالا مسئله چیه؟ مسئله اینه که وقتی بریتانیا از اتحادیه اروپا بیاد بیرون، یا باید دم این مرزه در واقع ایست بازرسی گمرکی بذارن که به دلایل اون تنش‌های داخلی ایرلند شمالی که 22 سال پیش توی توافق صلحی حل شد، این کارو نمیخوام بکنن. حالا راهی که در توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پیش بینی شده بود این بود که یه پروتکلی درست کردن به اسم پروتکل ایرلند شمالی. خلاصه داستان اینه که در عمل ایرلند شمالی انگار هنوز توی اون اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا میمونه، در نتیجه یه کالایی از هر جای دنیا که بخواد بیاد وارد ایرلند شمالی بشه باید تعرفه های اتحادیه اروپا رو بپردازه، حتی اگر از بقیه بریتانیا بیاد. یعنی حتی اگر که مثلا یه سوپرمارکت از لندن بخواد یه سری کالا بفرسته بلفاست ایرلند شمالی، باید این تعرفه ها رو بپردازه. بعد اگه کالا رو تو ایرلند شمالی فروخت، میره پولش رو از اداره مالیات پس میگیره. این داستانیه که این در واقع طرح و توافقیه که تو اون توافقنامه خروج پیش بینی شده بود. حالا به نظر میاد دولت بریتانیا داره یک لایحه‌ای رو به مجلس میاره که عملاً نقض این توافقنامه است. یعنی میگه که شما دیگه اگر که از بریتانیا چیزی، از بقیه بریتانیا، از انگلستان و اسکاتلند و ولز کالایی خواستی بفرستی ایرلند شمالی، لازم نیست مثلا اظهارنامه گمرکی پر کنی. که این چیزیه که اتحادیه اروپا میگه شما دارید میزنید زیر همون قولی که کمتر از یک سال پیش دادید، اون زیر همون قراردادی که کمتر از یک سال پیش دادید. خب بعدش میشه سوال خوبیه. ببین، مسئله اینه که چرا دولت این کارو کرده. خیلی‌ها فکر میکنن یه جور ابزار چانه‌زنیه، میخواد یه امتیازی از اتحادیه اروپا بگیره. ولی از اون طرف یه سری منتقدایی هم هستن که میگن که شما اگر زیر همین توافقی بزنید که چند ماه پیش امضا کردید، فکر قرارداد تجاری جدید با آمریکا، چین یا هر کشور دیگر اصلا سرتون بیرون کنین. بریتانیا تبدیل میشه به یک در واقع حکومتی که بقیه دنیا بهش نمیتونن اعتماد کنن. ولی از اون طرف دولت میگه که فقط میخواد حاکمیت ملی بریتانیا رو حفظ کنه و توافق خروج از اتحادیه اروپا نمیتونه اون حاکمیت رو زیر سوال ببره. خلاصه داستان این قصه سر دراز دارد. پس دوباره درگیر برگزیتیم. امیدوار بودیم که فعلا با خبر کرونا برگزیت فراموش شه، اما مثل اینکه دوباره داریم برمیگردیم به روزهای برگزیت. ممنون از تو بهرنگ تاج‌دین در استودیو با ما. در آستانه شروع مذاکرات بین الافغانی میان طالبان و دولت افغانستان، اتحادیه اروپا و کانادا از طالبان خواستند تا به خواست مردم افغانستان و سازمان ملل احترام بگذارند و فوراً آتش بس سراسری اعلام کنند. وزارت خارجه افغانستان از این اعلامیه استقبال کرده و گفته دولت تلاش می‌کند از فرصت به دست آمده برای پایان جنگ از راه گفتگو استفاده کند. خبرنگار ما علی حسینی در کابل از جزئیات بیشتر این درخواست اتحادیه اروپا و کانادا می‌گوید. اصلا که میشه گفت که در اعلامیه مشترک اتحادیه اروپا و کانادا سه موضوع مطرح شده. یکی این که گفته که باید ادامه خشونت ها متوقف شود و ادامه خشونت ها راه حل مسئله جنگ افغانستان نیست و گفته که افزایش خشونت ها میتواند در تضاد با روند صلحی باشه که در قطر قرار است آغاز بشه.
یک. موضوع دومی که مطرح کرده گفته که جناح‌های سیاسی در افغانستان به شمول گروه طالبان باید از این فرصت تاریخی استفاده کنن و هر چه زودتر مذاکرات رو آغاز کنن. و موضوع دیگری که مذاکرات باید با مطابق با ارزش‌های دستاوردهای 20 سال اخیر افغانستان، قانون اساسی افغانستان و موارد از این دست باشد. موضوع سومی که به اشاره کردن این است که جامعه جهانی و اتحادیه اروپا از این مذاکرات نظاره میکنند تا مطابق با رویه قانون اساسی افغانستان و دستاوردها پیش ببره. و موضوع سومی که اشاره کردن به او در همین رابطه است که تصامیم و عملکردهای امروز گروه های سیاسی افغانستان به شمول طالبان، تصامیم و عملکردهای فردای جامعه جهانی در قبال افغانستان را مشخص میکنه. علی حسینی بود. پادشاه عربستان در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری آمریکا گفته تا کشور مستقل فلسطینی تأسیس نشود، روابط ریاض با اسرائیل عادی نخواهد شد. ملک سلمان از تلاش دونالد ترامپ برای بهبود روابط اسرائیل و کشورهای عربی استقبال کرده، اما گفته کشورش خواهان حل عادلانه و دائمی مسئله فلسطین است. اخیراً امارات متحده عربی با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کرد. بیش از 300 نفر از مسلمانان روهینگیا از میانمار به استان آچه در غرب اندونزی وارد شدند. به گفته فعالان پناهجویان، این گروه از ماه مارس از جنوب بنگلادش با قایق‌های چوبی در تلاش برای رسیدن به این منطقه بودند. 181 زن و 14 کودک در میان این پناهجویان هستند. صلیب سرخ از انتقال این پناهجویان به یک مرکز نگهداری خبر داده و گفته از این افراد تست کرونا هم گرفته شده. شاهدان عینی از ربوده شدن یکی از رهبران مخالفان دولت بلاروس در مرکز مینسک پایتخت این کشور خبر دادند. شاهدان میگویند تعدادی مرد که ماسک به صورت داشتند، ماریو کولینسکیو را داخل یک خودروی ون انداختند و با خود بردند. پلیس هر گونه دست داشتن در این ناپدید شدن را رد کرده. اعتراض‌ها در بلاروس پس از انتخاب دوباره الکساندر لوکاشنکو به ریاست جمهوری آغاز شده و معترضان خواستار برکناری او، برگزاری انتخاباتی منصفانه و پایان دادن به خشونت پلیس هستند. نوواک جوکوویچ، تنیس باز شماره یک جهان از صربستان، دیگر شانسی برای قهرمانی در تنیس اوپن آمریکا نخواهد داشت. او در مسابقه دور چهارم با یکی از عجیب‌ترین اتفاق‌ها از تورنمنت اخراج شد. مسئولین برگزارکننده اعلام کردند به جوکوویچ هیچ جایزه نقدی برای شرکت تا این مرحله تعلق نمی‌گیرد و در رده‌بندی جهانی هم امتیازی نخواهد گرفت. پوریا ژافره گزارش می‌دهد. این فرصتی بود استثنایی برای نوواک جوکوویچ تا در مسابقه هایی که فدرر و نادال قول‌های دوران معاصر تنیس غایب هستند، یک قهرمانی عمده دیگر به افتخاراتش اضافه کند. اما شماره یک جهان در بازی دور چهارم خوب نبود و این گونه جلوی پابلو کارنو بوستا از اسپانیا در ست اول 6-5 عقب افتاد و بعد این اتفاق. جوکوویچ که در طول این بازی عصبی به نظر می رسید، به اشتباه توپ را به گلوی داور خط کوبید و اینطور که از تصاویر برمی آید باعث تنگی نفس موقت او شد. مسئله‌ای که از نظر ناظر و قاضی مسابقه قابل قبول نبود و باعث شد جوکوویچ را از این مسابقه و تورنمنت اخراج کند. توضیحات بخت اول قهرمانی هم کافی نبود و حالا برای اولین بار بعد از سالها یک تورنمنت عمده تنیس به قهرمانی جدید می رسد. جوکوویچ که از رفتار خودش پشیمان شده نوشته در حال حاضر درونش غمگین و خالی است. امیدوار است از این فرصت برای اینکه بازیکن و انسان بهتری شود استفاده کند. سال 2020 برای خیلی ها شگون نداشته. نوواک جوکوویچ قطعا یکی از آنهاست. ابتلای خودش و خانواده به کرونا، مشاجره با بزرگان تنیس و حالا اخراج از تورنمنت. نوواک نیویورک را دست خالی ترک می کند. شاید به فکر این که در پاریس افتخار بیافریند و شاید به آرزوی این که 2020 زودتر تمام شود. پوریا ژافره، BBC. همکارم امید پارسانژاد اینجاست. امید رو معمولا با تحلیل سیاسیش میشناسید، ولی بسیار اهل تنیسه و به نوعی کارشناس تنیس هم محسوب میشه. امید، اشتباه شده دیگه. چیزی که مسئله برای من مسئله است اینکه آخه جرم و مجازات به نظر خیلی با هم همخونی نداره. ماجرا اینه، ببینید، طبق نص قانونی که بهش استناد شده، اگر بازیکنی به عمد توپ رو بزنه، نه به عمد کسی رو بزنه، ولی
نه در جریان بازیه، نه اینکه مثلا در دفاع از توپ داره میسته به سمتش راکتش رو میاره بالا میخوره، نه. ولی اگه توپو به عمد بزنه، ولی به عمد اثر... به اون خانم نزده، به اون دقیقاً. ولی اگر در اثر بیموالاتی توپی که میزنه به کسی برخورد کنه و اون شخص مجروح بشه، کما که این خانم مشکل تنفسی پیدا کرد، بلافاصله باید اخراج بشه از چیز. علتش هم این هست که با توجه به این ابزارهای جدیدی که استفاده میکنن، راکت‌های جدید و تکنولوژی جدیدی که در اینا به کار میبرن، سرعت توپ وقتی که با شدت بهش ضربه زده میشه خیلی خیلی بالاست و فوق‌العاده خطرناکه برخوردش با کسانی. و این یکی از عادت‌های بازیکن‌های تنیس بوده که یا راکتشون رو پرت می‌کردن به سمت اون دیوار پشت سر یا تور پشت سرشون، یا توپ رو با شدت می‌زدن به اون سمت و همیشه یا تماشاچی‌ها نشستن اونجا یا داورای خط و توپ جمع‌کن‌ها اونجا ایستادن و این فوق‌العاده اتفاق خطرناکیه که ممکن بود به یکی از اینا بخوره و بارها این اتفاق افتاده بود که خورده بود به اینا. بنابراین قانون گذاشتن که هر کس این کارو بکنه، چه عمد در کار باشه چه غیر عمدی باشه، ولی در اثر بیموالاتی اگه این کارو بکنه و کسی رو صدمه بزنه بلافاصله اخراج خواهد شد. حالا حذف جوکوویچ چه تأثیری بر اوپن آمریکا میتونه داشته باشه؟ همینطور که تو گزارش هم شنیدین، این اولین بار خواهد بود در 6 سال اخیر که تضمینی قهرمان یک گرند اسلم یک کسی است که برای اولین بار گرند اسلم میبره. در این دوره هیچ کدوم از به قول معروف سه تنیس باز بزرگ چه بسا تاریخ که اتفاقا همزمان دارن بازی میکنن، یعنی نادال، جوکوویچ و فدرر حضور ندارن از اینجا به بعد. فدرر و نادال اصلا شرکت نکرده بودن چون فدرر مصدوم بود، زانوش عمل کرده بود نمیتونست بازی کنه. نادال هم چون این به خاطر کرونا زمان مسابقات رو عوض کرده بودن و فرنچ اوپن یا اوپن فرانسه بلافاصله تقریبا باید یک چند هفته فاصله بعد از اوپن آمریکا بود، او تصمیم گرفت که بمونه در اروپا و انرژی رو بذاره روی اوپن فرانسه. اون دوتا شرکت نکرده بودن. جوکوویچ بخت اول بود و به خصوص به خاطر اینکه فاصله خیلی کمی دارن. فدرر الان با 20 گرند اسلم بیشترین گرند اسلم تاریخ رو در بین مردا برده، پشت سرش نادال با یک فاصله 19 تا برده و جوکوویچ 17 تا برده، 3 تا فاصله با فدرر داره و خیلی امیدوار بود که بتونه فاصله رو کم کنه. این یکیشه. نکته دوم اینه که همونطور که گفتم تمام کسانی که 12 تا بازیکن دیگه الان در این تورنمنت در بخش مردان موندن همه جوان هستن، همه برای هر کدومشون ببرن، هر کدوم از این 12 تا ببرن برای اولین بار بردن و فقط دو تاشون تجربه بازی کردن در فینال یک گرند اسلمو دارن. پس شاید فرصتی باشه برای جوانان. فرصتی حیات بود برای جوان. متشکرم امید پارسا نژاد و ممنون از شما که با ما هستید.